کریمی، خیلی خیلی خوش اومدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دوستان عزیزم، حضار محترم و بینندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که امروز شاهد بازی خوبی باشید. سپاسگزارم آقای عزیزی. آقا سیروس بزرگتره. آقا سیروس بفرمایید. ایشون 49ه. آقا سیروس آخه شما گفتید آقا سیروس از منم بزرگتره. من بود الان اجازه داد. من گفتم که آقا سیروس شما سوال. من هی گفتم، گفت نه، هی گفت شروع کن. منو ما بچه بودیم، بزرگای ما بوده است. آقا سیروس بزرگای شده. بزرگای اون موقع تازه مود شده بود، بهمنم عجیب غریب هزینه میکرد. بله. شربت میدادن. بله. یه دونم داشتیم قاسم که الان پرسپولیسه. بله. قاسم گدا. الان از بس دوستن با هم از بس امانتدار بود. نزدیک 2 میلیون داریم میشی. چایا میدید؟ به خدا میدید. آمار چایی به خدا. تشنمون. به خدا انا چقدر تا سود؟ آقا 2 دقیقه مونده تا سود. آقای هاشمی میگن بذار بازی شروع شه. همه چی معیار. آقا یه ساعت و نیم اینجا نشستی. کارتام بدم بر آقا هاشمی. نه آقا رضا ما چای رو. آقا 2 دقیقه به خدا 2 دقیقه تا سود. فقط یه محبت. همه اینقدر شما بزرگا رو دوست دارم. همه مثلا همه هم میگم بفرستم چیز میاد. حالا اونم تا بخوام بیان زمان میبره. میشه محبت کنیم. نزدیکترین قهوه خونه رو به صدا سیما به ما بگو. نزدیکترین قهوه خونه به صدا سیما. خوشبختانه اون قانون هند به دست، دست به هند، هند دست به توپ و توپ به دست، توپ به دست، توپ به دست، دست به دست. برای خودشون یه قواعدی در می آوردن اون داور. تا می خورد گفتن دست به توپ، این توپ به دست، این دست به دست. اگه اون توپ پنالتی می خورد، شاید به دستش نمی خورد آقای عزیزی، این توپ مثلا ارسال می شد، شاید گل می شد. تمام دستا اینو من حالا آقای ترکی بهتر توضیح میدن. تمام دستا در تمام توپایی که بهش خوره در حالت عادیه، حتی موقعی که بازیکن داره میخوره زمین 2 متر هم دستش وازه، عادیش همونی که دستش واز باشه، ولی با مغز میخوره زمین. نمیشه که اینجوری داره با مغز مغز بیاد زمین، بگیم دست تو حالت عادی. حالا دست رو بیاییم دیگه آقا. حالا الان میخوره به دست، توی سانت اومده بکنه، شدتش کمه، شدتش زیاده. من فقط اگر آقای ترکی عزیز، دوستان عزیز ما اگر اینو بگن که آقا هر چی هم بگن هیچ که قانع نمیشه. برای همین من یه سوال از چون امروز یه چیزی رو خیلی شد آقای فنایی، اگر خدا جان اگر آقای فنایی بود الان راحت میتونست میزان فشاری که به توپ اومده و به بدن اومده سلطان فشار بودیشون. هرچی میشد میگفت فشار کم بود، فشار زیاد بود. آقا این معیار فشار شما با چی سنجیده میشه؟ یا میگفت این شروع یه نیمه با نساجی دیدم، بازی های دیگر رو ندیدم، به گرفتاری داشتم نتونستم ببینم. اون بازی که قاعدتا اصلا نباید انجام میشد، اصلا به خاطر شرایط آب و هوا نبود، به خاطر شرایط آب توی زمین بود. من این پرسپولیس که الان دیدم و امروز دیدم، حالا منهای اون مسابقه قایقرانی که تو نساجی بود اونو نمیگم، چون من از این به بعد تو هر مسابقه تو تلویزیون صدا و سیما بیام اینو خواهم گفت. بازی پرسپولیس نساجی رو بازیه، ببینید شما خواهید دید این بازی پرسپولیس و نساجی برای چی تو اون بازی انجام شد، چرا باید انجام بده، افتضاح. بله. چه داستانی بود اگر قراره که صدمه‌ای به پرسپولیس بخوره از انجام بازی تو اون مسابقه با تایید اون داور بوده، داور هر کی بوده. همین صحنه اگر تو مسابقات بین‌المللی، کدوم صحنه؟ صحنه به دست خورده به دست، درسته، تو صحنه بین‌المللی برای ما پیش میامد و قرار بود که کارشناسای ما اینو کارشناسی کنن و این صحنه به وسیله ما رو 18 قدم حریف تو مسابقات آسیای جهانی بود. 500 دفعه همین کارشناسا میگفتن اینو باید هند میگرفت و اون کسی که هند کردن باید دستشو قطع میکردن، میکشتنش تیکه تیکش میکردن. این نه، ما نباید اینجوری باشیم که میایم اینجا یه داور اون داره میگه داورم. اگر آقای کرموشایی به نظر من اون صحنه هر چی بود به نظر من عالی سود، یه تجربه تخت داشتم از بازی با مچه سلیمان، درسته؟ اونجا گله گله توی زمین بچه ها رفته بودن، هر کسی توی خشکی وایساده بود
اونجا رعایت تمام پروتکل ها از اون زمان ما تیممون انجام میداد. میدونستین کرونا میاد، چون که 10 سال پیش این انجام دادیم به فاصله 30 متر تو کل زمین، هر کس پشت سر یه استخ واسطه بود خبردار. اونو بازی اونجا انجام شد و من اومدم با آقای اسدی دبیرکل گفتم، گفتم ناظر اومد گفت بازی انجام شد، داور اومد گفت باید انجام شد، گفتم آقا اصلا توپ رو نمیره. آقای اسدی یادش بخیر جاش واقعا توی فدراسیون خالیه، داشت فوتبال ما واقعا خالیه، تبلیغ نمیخوام بکنم. اومد گفت اصلا نباید بازی میکردید. ناظرم گفت، داورم گفت نباید بازی میکردید. این فیلمایی که تو الان صحیحش میکنم نه بگو میامد اینجا دیگه، اصلا فیلمه رو اگه میدونستم میابردم. مردم واسطه تو استادیوم فقط میخندیدن به این بازیکن ها، میخندیدن گفت تو بزن تو بزن، توپ میزد میشوتید، 5 سانتی توپ میرفت جلو گیر میرفت تو زمین، پخش بود تو صورت این، اون میزد یه چیز اصلا یه چیز مضحکه. یه بازیکن خوبی داشتن تو جایگاه بود، نذاشته بودش اون پسره نیست، بگفت این کجاست، بچه ها گفتن آقا این نیست، تو جایگاه نشسته نیمه دوم تو زمین داشت بازیکنای ما رو دریپ می‌زد. من این نمی‌دونم اصلا تو لیست ذخیره هام نبود، از تو جایگاه اومد رفت تو زمین نیمه دوم. خب از راه رو احتمالاً اون از راه رو بیاد نمی‌زنه، از همونجا پریده تو مشهد. مشهد نمی‌شه داخل زمین.